به نام خدا سلام عرض می کنم امیدوارم که حالتون خوب باشه میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیو قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین ابتدای لطفا کانال رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که هر براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و اینکه ما اینستاگرام بالا میذارم اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم موضوعی هست که براتون در نظر گرفتم میخوام در مورد دلایل اینکه چرا مردها ازدواج نمیکنن یا بهتری بگیم که چرا ازدواج رسمی نمیکنن صحبت کنیم ببینید من یه پرانتز باز کنم من بعدا در مورد دلایل خانم ها هم صحبت میکنم که چرا تو دنیای امروز یک سری خانم ها هستن که تمایلی به ازدواج ندارن اما توی ویدیو امروز میخوایم در مورد دلایل مرد ها صحبت کنیم که چی میشه که مثلا 50 سال قبل 40 سال قبل 30 سال قبل مثلا یک پسری که به سن 22 23 نهایتا 25 سال میرسید ازدواج میکرد اما امروز همچی چیزی وجود نداره این سن عقب افتاده و یا اینکه اصلا ازدواجی دیگه شکل نمیگیره من توی ویدیو امروز در مورد صحبت میکنم مطمئنم که این ویدیو خیلی بهتون کمک میکنه با من همراه باشین دلیل شماره یک اینه که خیلی مردها دیگه تمایلی ندارن که این ازدواج رسمی بشه یعنی شاید خیلی وقتو با شما باشن زندگی هم بکنن همون چیزی که تو فرهنگ غرب معمولا هست اما رسمیش نمیکنن چرا به دلیل اینکه درد سرهای رسمی شدن ازدواج رو دوست ندارن حالا میخواد توی دنیای غرب اگر بخوایم صحبت کنیم در مورد این باشه که مثلا سرمایه نصف میشه و بقیه موارد مالیات و بقیه چیزها و از طرفی این رسمی کردن انگار یه توی ناخداگاهی مرد اجباری به وجود میاره که دیگه تو باید با همین شخص باشی چه کاری نداریم که اخلاقش خوبه بده کلا خوشبخت هستی یا نیستی انگار یک فشار روانی به این مرد میاره و دیگه به اون مرحله میرسه که میگه من ازدواج رسمی رو نمیخوام یه کاغذه قبول نداره و باید قبول کنیم که یه کاغذ نیست فراتر از یه کاغذ هست و اما یه دلیل مهم دیگه که وجود داره که توی شماره یک میخوام بگم که چرا نمیخوان رسمی بشه اینه که مثلا ممکنه تجربه زندگی خودشونو داشته باشن مثلا پدر مادری داشتن که حالا جدا شدن یه مشکلات عجیب غریبه خانوادگی داشته توی پدر مادرش این موضوع رو دارم میگم و همین باعث شده که کلا به رسمی شدن ازدواج فکر نکنه و حتی اصلا به ازدواج حتی ازدواج به قول خودمون سفیدی که حالا بعضی وقتا میگنم دیگه انجام نمیده یعنی کلا به ازدواج بدبی میشه و همین میشه شماره که کلا رسمی شدن ازدواج رو دوست نداره شماره دو استقلال خانم ها و برابری که بین خانم ها و آقایون توی دنیای امروز دیگه داره تقریبا به وجود میاد ببینید خب خیلی مردها نسبت به این قضیه بدبین هستن حالا هم ممکنه بدبینیشون درست باشه ممکنه غلط باشه کاری نداریم بحث اینه که احساس میکنن که قوانین و فرهنگ هایی که داره جدیدن به وجود میاد در برخورد با خانم ها و آقایون متفاوته و به ضرر مرد هست واسه همین نسبت به خانم ها بدبین میشن و یکی از بدبینی های اصلیشون هم همین قضیه استقلاله که احتمالا خیلی این بحث رو شنیدید که آیا مثلا یه خانمی که مستقل هست مردها ازش میترسن نمیترسن چی جوریه میتونن باش ارتباط بگیرن نگیرن و همین استقلاله باعث شده که مرد احساس کنه که دیگه اون به قول خودمون رهبر یک رابطه نیست اون نقش رولی مردی که داشته مثلا تو 50 سال قبل 40 سال قبل و دیگه نداره و احساس میکنه تمام فرهنگ و قوانین بر علیهشه و یه جورایی فشار داره بهش وارد میشه و همین باعث میشه کلند به قول خودمون قید ازدواج رو بزنه و کلا سمت این قضیه نره و ترجیح میده که همون حالا دوستی های ساده ای که داره و ارتباطاتی که داره رو داشته باش و اون ازدواج رو رسمی نکنه و حتی اصلا سمت ازدواج نره و این میشه دلیل شماره دو که خیلی مرد به این دلیل که بدبین هستن به این قضیه دیگه ازدواج نمیکنن شماره سه ما همیشه در مورد این صحبت کردیم به احتمالا خودتونم شنیدید که آقایون ساعت مالی دارن یعنی تا یک سنی میخوان به یک درجه از حالا اهدافی که میخوان برسن ثبات مالی پیدا کنن خانمها ساعت بایولوژیکال دارن یعنی میخوان تا یک سنی مثلا سی سی و پنج سالگی ازدواج کنن بچه دارشن و خب وقتی هر چی سن آدم بالاتر میره و به اون ساعت نزدیکتر میشه به اون سنی که مد نظرش داشته خب فشار و استرس بیشتر میشه حالا برای مرتا چی میشه که ازدواج نمیکنن چون احساس میکنن که مثلا انتظارات مالی که یک نفر یک خانوم میتونه از یک مرد تو این دور زمان داشته باشه سخته احساس میکنه که اگر ازدواج کنه نمیتونه اون انتظارات رو برآورده کنه و واسه همین نمیتونه ازدواج موفقی داشته باشه و اذیت میشه پس چیکار میکنه کلا قضیه ازدواج رو میذاره کنار و خودش بله حالا اون اهدافی که داشته حالا چه مالی بیا چه برای زندگیش تلاش میکنه تا بهش بهش برسه و دیگه این فشار این که الان من با تو ازدواج و بخوام بعد از ازدواج به اون مالی برسم مالی که حالا جدیدن فرهنگ داره به قول خودمون حکم میکنه برسم دیگه این کار انجام نمیده و کلا قید ازدواج رو میزنه پس این هم میشه گزینه بعدی که به خاطر اینکه نمیتونن به اون انتظار فعلا برسن حالا چه خوبه چه بد کاریش ندارم این قضیه رو میذارن کنار شماره چهار سلب مسئولیت و یا یه جورایی فرار ترس از مسئولیت هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید و این دیگه ربطی نداره که این دوره زمونه رو بگیم یا صد سال قبل رو بگیم ناخداگاه چیزی که تو ذهن مرتا هست چیزی که تو زمیر ناخداگاه یک مرد هست اینه که وقت احساس میکنه وقتی ازدواج بکنه دیگه باید اون به قول خودمون محافظ نان و کلا مسئول یک خانواده باشه و همین باعث میشه که توی ناخداگاهش یه فشار روانی رو تحمل کنه و همین دلیل خیلی واضح باعث میشه که ازدواج نکنه چرا چون یا اینکه میترسه نتونه اون مسئولیت رو به قول خودمون کامل انجام بده و یا اینکه کلا تمایلی نداره الان بره زیر فشار که بخواد اون مسئولیت ها رو قبول کنه حالا مسئولیت زندگی بچه نمیدونم نونابری به خونه بخواد پول بیاره و تمام این کارهایی که ما فکرش فکرشو بکنه واسه همین وقتی این ترس رو داره و یا اینکه تمایل نداره به این کار سمت ازدواج نمیره شماره پنج و گزینه بعدی متاسفانه و یا خوشبختانه جدیدن توی دنیایی که ما هستیم خب پیدا کردن شریک یکم راحت تر شده حالا میخواد فضای مجازی باشه ارتباطاتی که جدیدن داره شکل میگیره و نکات نق... مثبت و منفی خودشو داره و یکی از نکات منفیش دقیقا همینجاست یک مرد احساس میکنه که الان با این شخصی که حالا مثلا با شما با ایکس تو ارتباط هست احساس میکنه که مثلا اگر ازدواج کنه بقیه رو از دست میده و یا گزینه های بهتری هست و چون حالا تو فضای مجازی میبینه و یا توی دوست آشنا میبینه احساس میکنه که همیشه یه گزینه بهتر هست و واسه همین ازدواج عقب میندازه احساس میکنه که هنوز به اون نیمه گم شده نرسیده و هیچ وقت هم نخواهد رسید یعنی دیگه به یه سنی میرسه که احساس میکنه داره سنش بالا میره و باید سریعتر ازدواج کنه و باز هم بعد اون ازدواج هم همش فکرش مشغوله که اون نیمه گم شده هم رو پیدا نکردم و یکی از دلایلی که باعث میشه تو دنیای امروز ما احساس کنیم که اگر ازدواج کنیم یه سری چیزهای دیگر رو از دست میدیم بقیه از دست میدیم همینه که مثلا فضای مجازی و فرهنگی که حالا توی دنیای امروز مد شده داره به ما میگه که آقا را اگر این کارو بکنی بقیه از دست میده و دلیل بعدی که خیلی مرتا توی دنیای امروز این کارو نمیکنن همینه که احساس میکنن ممکنه بقیه از دست بدن و یا اون نیمه گم شده که حالا مد نظرشون هست از دست بدن شماره 6 ما در مورد استقلال صحبت کردیم ابتدای ویدیو و الان هم میخوایم حالا در مورد این قضیه صحبت کنیم خیلی مردها احساس میکنن وقتی این کار را انجام بدن باز هم مخصوصا تو دنیای امروز استقلالشون رو از دست میدن چون استقلالی که ما تو دنیای امروز داریم خیلی فرق داره با 50 سال پیش استقلالی که حالا ما تو دنیای امروز داریم ممکنه به خیلی چیزا ربطش بدیم به اینکه من میتونم هر جور دلم بخواد برم هر کاری دلم میخواد بکنم اونجوری که دوست دارم پولمو خرج کنم خب مسلمه که زمانی که ما ازدواج کنیم دیگه از این خبران ممکنه نباشه و درستش هم همینه دیگه بعد یه قوانینی برای یه چارچوبی داشته باشی نمیشه که تو ازدواج کنی بیرون تو بری هر کاری دلت خاص بکنی نه اینکه نری هر کاری دلت بخواد, بخواد بخوای بکنی این چیز خوبی نیست پس واسه همین احساس میکنه که این استقلال رو از دست میده احساس میکنه اگر ازدواج کنه دیگه نمیتونه اونجوری که تو الان داشته آزادانه زندگی میکرده زندگی کنه و همین چیزی که گفتم اینه که 50 سال پیش این چیزا نبود 50 سال پیش کسی ازدواج میکرد نگران نبود که حالا استقلال از دست بره چی میشه و اصلا به این کلمه زیاد فکر نمیکرد اما الان فکر میکنه فکر میکنه که خب من ازدواج کنم دیگه بیرون نمیرم دوستامو ممکنه کمتر ببینم نمیدونم بقیه جنس مخالفه بقیه دخترها رو نمیتونم ببینم پولمو اونجوری که خودم میخواد نمیتونم خرج نمیتونم خرج کنم واسه همین واسه اینکه ترس از دست دادن استقلال داره سمت ازدواجم نمیره شماره هفت و گزینه آخر توی دنیای امروز دیگه ترسی از تنهایی وجود نداره ببینید قدیم میگفتن که آره اگر ازدواج نکنی و بچه نداشته باشی اگر یک روزی پدر مادرت از دنیا برن برادر خواهری هم دیگه نداشته باشی و یا برادر خواهرت هم برن سراغ زندگی خودشون تو تنها خواهی ماند اما امروزه حالا باز هم دارم میگم متاسفانه یا خوشبختانه دیگه این ترسه وجود نداره این در طرف حالا اون مردی که هست احساس میکنه میتونه با دوستاش با سرگرمی ها با ای که میتونه برای خودش به دست بیاره و یا حتی باز هم حتی اگر سنش بالاتر بره با ارتباطی که با دخترها میتونه داشته باشه هیچ وقت حس تنهایی رو نخواهد داشت واسه همین این چیزی هست که حالا توی دنیای امروز داره به اون مرد القا میشه که آقا تو دیگه ترس از تنهایی نداشته باش همیشه یه کاری برای انجام دادن هست و همیشه یه دختری هست که بخوای باش ارتباط بگیری و همین باعث میشه که دیگه اون به قول خودم بیس فکری که قدیم ها بود میگفتن یکی از دلایلی که اصلا بعضیا ازدواج میکنن اینه که خب ترس از تنهایی دارن همه داریم منم دارم شما هم داری خیلی ممکنه داشته باشن اما امروزه چیزی که فرهنگ داره القا میکنه که آقا ترس از تنهایی نداشته باش و دارم میگم نمیگم این چیز خوبه نمیگم بده هر جا آدم میتونه از زاویه دیده خودش ببینه اما یکی از دلایلی که باعث میشه خیلی از مردها دیگه سمت ازدواج نرن همین گزینه آخری که بهتون گفتم که دیگه اون ترس از تنهایی وجود نداره در نهایت هم نتیجه گیری من سعی کردم این چند مورد رو بهتون بگم اما خب من سعی کردم در مورد مواردی صحبت کنم که توی دنیای امروز بیشتر صدق میکنه چه اتفاقی افتاده که مثلا نسبت به قدیم مردها کمتر سمت این موضوع میرن موارد رو بهتون گفتم اگر چیزی هم هست که شما میخواید اضافه کنید حتما این زیر بنویسید که هم من استفاده کنم هم بقیه طبقی معمولم لایک کامنت بهتون نره مواظب خودتون باشین دوستون دارم خدا نگهدار